Beşem Aşem. Hak Purim Katan Sameya. به ذات هشم که قلبامونو باز کنیم که خداوندم دستشو به ما باز کنه پته اخید یاده خواهم مصفی علاقل های راتسون که بتونه ستیسفکشن راتسون رو به ما هدیه بده، چرا که تمام ارتباط ما سیمها و شادی ما تو زندگی با خداوند و با دیگران از روی راتسون، از روی رضایتمندی و ستیسفکشن میره، بتونیم به ذات چند به اون درجه برسیم. و همطور که در پوریم و نفخو فرقش با دیگر معادیم اینه که در پسح خداوند دشمن رو شکست داد، اما در پوریم خداوند دشمن رو زیر دست کرد و نفخو همه چی کاملا برعکس شد. چیزی که ازش میترسیدیم تازه اونا از ما ترسیدن، و چیزی که فکر میکردیم بدی ما تازه به خوبی ما تموم شد و الی آخر. به همین دلیل با تفیلایی که امروز میخونیم که پوریم کاتان، هنوز خداوند ارزش پوریم رو در درگاه خودش قبول میکنه. به زخوت ستر مردخای تفیلاتی که خوندن، تفیلای ما هم به خوبی قبول بشه و رفع گزرات بشه. بحث امروز ما در مورد پاراشای هفته، پاراشای کیتیسا. پاراشای کیتیسا ابتدا در مورد محاسید هشکل صحبت میکنه، اما در ادامه در مورد اگل هزاهار، اون فاجعه تاریخ که اتفاق افتاد، گناه گوساله پرستی صحبت میکنه. و حاخامیم توضیح میدن که گناه گوساله پرستی در واقع به چی تشبیه شده؟ به همون گناه اولیه. گناه اولیه چی بود؟ اتصدت که آدم آریشون مرتکب شد. همینطور که آدم آریشون در ابتدای آفرینشش و شناختش با خداوند اومد مرتکب این گناه شد، همینطور هم قوم اسرائیل در ابتدای آزادیشون در ارتباط اولیهشون با خداوند مرتکب این گناه شدن، اگل هزاهاب. و جالب اینجاست که یک کلمه مشابه رو در هر دو میبینیم. چی باعث شد که قوم اسرائیل گوساله پرستی بکنن؟ میگه چون دیدن آن قوم که بوشش موشه، زیرا که تأخیر کرد موشه، بوشش از تأخیر کردن میاد. در مورد اتحدت میبینیم بعد از اینکه آدم آریشون اتحدت اون درخت رو خورد، حرمت و احترام براش یک بار مطرح بود، ولی میگه قبلش ویت بوشاشو ولویت بوشاشو و خجالت نمیکشیدن، اوریان هالیوود با همدیگه زندگیشونو میکردن. و این دو کلمه بوشش و بوشاش و تأخیر و شرمساری میتونه یک رابطه با همدیگه داشته باشه، که متاسفانه دو عامل باعث گناه میشه. یکی بوشش، کسی که تحمل تأخیر رو تو زندگی نداره، یعنی صبر و تحمل و طاقت تو زندگی نداره، بی صبری، بی طاقتی، بی حوصلگی. میتونی یک باره یک امپایر استیت بیلدینگ، بیلدینگ 100 طبقه رو به خاطر بی طاقتیش و بی حوصلگیش یک باره به هم بریزه و خراب بکنه. زندگی که برای هزار سال پایه گذاشته شده بود رو یک باره بزنه زیرش. کی بوشش ها هم کی بوشش موشه، موقعی که نمیتونه انسان تأخیر دیگری رو بخواد تحمل بکنه. ولی چطور انسان به این درجه بی صبری و بی تحملی میرسه؟ موقعی که ولویت بوشاشو، موقعی که هیچ شرم و احترامی برای طرف مقابل قائل نباشه. اگر ما میخوایم بدونیم طرف مقابل برای ما چقدر ارزش داره، ببینیم براش چقدر میتونیم تحمل به خرج بدیم.
اگر یک ثانیه هم نمیتونیم براش تحمل و صبر و طاقت نشون بدیم، بدونیم یک ثانیه هم برای ما ارزش نداره. اما اگر میتونیم بوشش، تأخیرشو، کندیشو، اسلویشو تحمل بکنیم، بدونیم که پس ارزشش هم برای ما بالاست. و یکی از تستایی بود که عرب زرگری سجست میکرد که دخترها توی دیت سر پسرها بیارن بند خدا، که موقعی که میان دنبالشون بر دلیلی دو سه دقیقه تأخیر بکنن که ببینن بعدش عکس العمل این جوان چیه. امروز خدا رو شکر کسی هیچ حالت بی‌حوصلگی نداره، چون یه سلفونی هست به نام بوت امروزه، یه ذره که آدم وقت پیدا کنه دیگه خودشو با هزاران اپ این سلفون مشغول میکنه، دیگه کسی اصلا گذشته زمان رو متوجه نمیشه، که تازه دنبال بهانه میگرده که یه نفر تأخیری پیش بیاد که این بتونه قشنگ با سر دل و حوصله به باغ بوستان سلفونش بپردازه. و همین دلیل این دو کلمه که بوشش ماشه ولویت بوشاشو آدم آریشون و حوا رابطه مستقیم داره، ایگل هزه و گناه اتدهد. اما بیم سر اصل مطلب که بحث ما بحث ایگل هزه گناه گوسال پرستیه. چرا؟ چون به خاطر این که شاید گناه اتدهد یک بار در تاریخ اونم در دوره آدم آریشون اتفاق افتاد. دیگه هر میوهی که رو هر درخت سبز میشه اون عقل و حکمت اون موقع رو نداره، مخصوصا که الان با کودهای شیمیایی همه چی پرورش پیدا میکنه. اما گناه گوسال پرستی هنوز تو هر دوره و تو هر زمانه هست. چطور؟ در پاسخ میگه بعد از اینکه موشه ربنو تأخیر کرد، فصل 22 یک باره اون قوم متوجه شد که موشه تأخیر کرده. عکس العملشون چی بود؟ عکس العملشون این بود که بیان سر اهرون بدبخت. اومدن سر اهرون، موقعی که پیش اهرون اومدن اولین درخواستشون این بود ویکایل هام الاهرون. یک بار هجوم آورد آن قوم بر اهرون، که هر جا که میگه هام اسم بنی اسرائیل نمیاره، منظور اررا یعنی مصری هایی که با اسرائیل ها بیرون اومده بودن. و یه رو الابش گفتن قوم برخیز، چه جای نشستنه؟ اصلانو الهیم، برامای خدایی رو درست کن. اشیل خول فاننو، که پیشا پیش ما بره. میخوایم خداوندی باشه که یلخول فانینو کیزه موشه هاییش، چون این موشهی که اشر هیلانو ما را از مصر آورد بیرون لو یادن و مهایالو، نمیدونیم چی به سرش اومده. حامیم اینجا مفصلین توضیح میدن که اگر موشهی در کار نیست دیگه چرا باید حضور خداوند رو انکار بکنن؟ اگر موشهی نیست دیگه چرا باید رو بیارم به خدایان دیگه؟ خدا هنوز وجود داره، یه رهبر دیگه، یه جی پی اس دیگه، یک راهنمای دیگه تو زندگی میشه انتخاب کرد. اینجاست که حامیم به ما یه هشداری میدن که مبادا ارتباطمون رو با خداوند بخوایم با واسطه غیر مستقیم این دایرکتلی برقرار بکنیم، فقط توسط معلم، فقط توسط ربای، فقط توسط پدر بزرگ، فقط توسط مادر بزرگمون با خداوند مرتبط باشیم، که اگر دیگه مادر بزرگ و پدر بزرگ و اون ربا یا معلم دیگه در اطرافمون نبودن، ما هم دیگه توتالی کاملا دیگه ارتباطمون رو با خداوند از دست بدیم. مانند یک کمپانی که تنها فروشش با سلزمنشه، به معنی اینکه سلزمنه از کمپانی رفت دیگه مشتریاش هم از دست میده، در حالی که اصل کالا، اصل جنس از کجا میومد؟ از کمپانی. حالا این فروشنده نباشه یه فروشنده دیگه. و جالب اینجاست که چقدر انسان میتونه بیراهه بره. اومده سر اهرون که برای ما برو بت بساز. این اگه یادتون باشه فکر کنم 3 سال پیش روی موضوع سخنرانی داشتیم،
چرا نرفتن پیش ساحرین و جادوگرای خودشون که هنوز این داتیا انگار نتونستن حرفشون رو خوب انجام بدن، ما رو بردن اینجا، الان بهتر موقعیته، بیا بریم یه کمپانی یه بوتی بسازیم تا بفهمیم که بهشون نشون بدیم که چقدر حرفشون اشتباست. چرا رفتن سر اهرام؟ کی میخواد که انتظار داره که اهرام پاشه براشون یه خدایی درست بکنه؟ دو تا تفسیر جالب. تفسیر اول این که فکر کردن اون خدای اولی هم که بهشون معرفی شد خودشون ساختن، گفتن مثل همون خدای اولی که ساخته حالا یه خدای دومی بسازن، ارتباطی اصلا با خداوند نداشتن که خداوند ما را از مصر نجات داد. دوم این که معمولا هر کسی هر کار اشتباهی میخواد بکنه میخواد بره دنبال یه امضای معتبر بگرده که اشتباهش درست جلوه بده. پسح در کنار دریا، ولی خب ربای هم شیور گمارا داره اگه کسی میخواد بره گوش کنه. معمولا موقعی که میخوان یه کار اشتباهی بکنن دنبال یه مهر و تاییدیه معتبر میگردن که بتونن خوب مردم ها گول بزن. بیایی ربایه هم اونجا نشسته بود، اون ربایه ما تو عروسی دیدیم اومده بود، پس یعنی خوب بود دیگه، پس میشه رفت. به هم دلیل میگه اهرون رو اینا خواستن وسیله گمراهی مردم قرار بدن، که بگن اهرون هم اینجا بود، اهرون اصلا خودشون رو ساخت، اهرون خودش به ما گفت و الی آخر. به همین دلیل پرکاوت هشدار میده به ربانیم، میگه خیلی بد مواظب گفتار و کلامتون باشید، چون مبادا که یک راه اشتباهی رو به کسی نشون بدید و این راه اشتباه بخواد یک خانواده یک جامعه رو مسموم بکنه، صرفا به خاطر اینکه شما یه حرفی زدید یا یه گفتاری رو گفتید. اما بحث چیزی که میخوام بهش برسیم، اهرون خب بهشون چی گفت؟ آیا اهرون شروع کرد به سمینار گذاشتن، شیور گذاشتن، زدن تو سرشون که نه این چه حرفیه الی آخر؟ اهرون این کارو نکرد. چرا؟ چون حور این کارو کرد، پسر میریام این کارو کرد و علامتش و عاقبتش چی شد؟ حور رو کشتن. به همین دلیل اهرون گفت اگر منم مخالفت بکنم و زیادیت بکنم انقدر اینها در این حرارت و بهبوه هستن که امکان داره منو بکشم، موقع عذر بدتر از گناه میشه که ناوی هشم رو کشتم. به همین دلیل گفت چه بهتر که من سرگرمشون بکنم که این سرگرمی وقت و تأخیر پدید بیاره و تا اون موقع کی اومده؟ مشربین اومده. اهرون بهشون چی گفت؟ و یومر علیهم اهرون، اهرون گفت میدونید چیه؟ هیچ اشکالی نداره، بیایید پس از ابتدا درست شروع کنیم. چیکار کنیم؟ پارکور نیزمه هزه ها، برید هر گوشواره و گلوبند و دماغواره و امروز که شاید اون موقع هم بوده نافواره و هرچی هست رو بکنید بیارید، بیارید و از اینا از طلاهاتون اگه میخوایم چیزی درست کنیم، خدای درست کنیم، از طلاهاتون، نه چوب و سنگ، برای از طلاهاتون بیارید بهترین چیزایی که وجود داره. اما امفسایز اهرون چی بود؟ گفت پارکون نیزمه هزهاب اشر به ازنه نشخم به نیخم اونوتخم، برید اون طلاهایی که به گوش زناتون و بچهاتون و پسران و دخترانتونه برید اونا رو بکنید بیارید. اون موقع وای نات، چرا نه؟ چون باز گفت که باز بچه ها و زن ها و الاخر اینها یک وابستگی بیشتری به طلا دارن و به احتمال زیاد یک کشمکش و مخالفت و باز یک تأخیر دیگه پیش میاد تا اینا طلا ها رو جمع کنن بیارن. اون موقع دیگه مشربین اومده. تفسیری که اگه یادتون باشه پارسال بود انگار کردیم، چه کار داره به گوش؟ گفتیم به خاطر اینکه منظور یعنی همون گوشی که تورا رو پای کوه سینا شنید.
اگر حاضر هستید که دیگه اون اعتقادتون رو کنار بگذارید، اون موقع میتونید به بت یا به موضوع دیگه رو بیارید. اگر تا این حد حاضرین تمام اون معجزاتی که شنیدید و دیدید رو کنار بگذارید. بنده خداوند میگه شما اسرائیل، بشنو اسرائیل، که انسان از توسط گوشه که ارتباطش و ایمانش رو به خداوند قوی میکنه. مثلا با داستانی که امروز با هم دیگه شنیدیم. اما تفسیر دوم که حامیم توضیح میدن که اصل پایه و سپورت ایمان و روحانی خانواده زنهای خونه، خواهران خونه، دختران خونه و بچه ها هستن. اگر اونها دیگه حاضر هستن تا این حد همکاری بکنن به بت پرستی، اون موقع است که دیگه اون خونه آیندهش متاسفانه معلومه. اما اگر هنوز این مادران و خواهران و بچه ها دارن سرسختی نشون میدن که از ایمان و اعتقادشون نگذرن، امیدی هنوز به اون خانواده هست. و همدل اهرام گفت برید ببینید زناتون حاضرن، بچه هاتون حاضرن که بخوام بت پرستی بکنن. و واقعا هم اهرام درست میگفت، چون اینا میشناختن زناشونو که با چه ایمان و اعتقادی اومدن. چون در پای کوه سینا خداوند گفت گو تومر لبیت یعقوب، اول برو تورا رو به خانم ها بده. به همین دلیل اینو چیکار کردن؟ پس از طلاهایی که به گوش و دماغ خودشون آقایون بود خودشون کندن و آوردن، چون میدونستن برن اونجا. راشد توضیح میده میگه منظور یعنی چی. میگه یعنی این که ساتان موقعی که انسان اراده بکنه و بخواد یه گناهی رو انجام بده، ساتان هر مانعی از جلو راهش برمیداره که بتونه زودتری به اون گناه، به اون هدف برسه. خواستن توانستن است در هر دو مورد، چه میسوا و چه گناه. تو میسوا هشم کمک میکنه، اما تو گناه ساتان کمک میکنه. خداوند اجازه رو به ساتان داده، چرا که میگه ما هستیم که ماشین رو استارت میزنیم. دیگه سوخت، بنزین هم که تو ماشین باشه ماشین جلو میره، اما اگر ما استارتش نزنیم ماشین همینجوری وایساده. به همین دلیل خداوند کاری با ساتان نداره که تو چرا بنزین تو موتور سوختی و رفتی جلو. کاری با ما داره که چرا ماشین رو روشن کردی، چرا استارت زدی، چرا فرمون رو راست پیچیدی، چرا ترمز کردی، چرا گاز دادی. در نتیجه موقعی که پلیس بخواد به ماشین تیکت بده، درسته که از روی لایسنس نامبر و پلاک ماشین تیکت و جریمه رو می نویسه، اما این جریمه به کی برمی گرده؟ به راننده، نه به ماشین. به همین دلیل میگه ساتان جوری کرد که اینا هرچه زودتر این موضوع پیش بیاد. در یکی از تفسیرات تو تورای آرستکرو توضیح میده، میگه از اینجا ما میبینیم متاسفانه چقدر اتحاد عمومی جماعتی در راه اشتباه میتونه مؤثر باشه. موقعی که یک جامعه ای یک پارچه باشن برای یک هدف اشتباهی، میگه هر نوع راه حل، هر نوع وسیله رو فوراً پیدا میکنن برای اینکه به اون هدفشون برسن. به همین دلیل نبود که این همه حزب‌های کمونیست و یا ریفورم و یا الی آخر تونستن حتی ضد یهود، ناتسی تونست تا این حد یک بار پیشرفت بکنه، چون یک اتحاد و یک پارچگی عمومی بود که پشت این هدف بود. اما بحث رو بریم جلوتر. خلاصه اینا میرن این طلاها رو میارن. وید پارکو، وید پارکو یعنی منظور کندن آن قوم طلاهایی که خودشون داشتن. وید پارکو موقعی که یک نفر میخواد یک یوغی رو، یک مسئولیتی رو از خودش دیگه دور بکنه، لاشون وید پارکو رو استفاده میکنن. موقعی که طرف با تمام بیعلاقهی و حالت بیانگیزهی تورا رو میذاره کنار، تفیلین رو میذاره کنار، الاخر وید پارکو دیگه میخواد از گسیخته بشه، افسار گسیخته بشه که هیچ نوع مسئولیتی برش نباشه. نه اینکه
خودشو معاف میکنه، با بی احترامی میذاره که آقا این حرفا چیه. و بعد از این اتفاق افتاد میگه و یاوی و لران برگشتن مجددا پیش اهرام با تمام طلاهایی که آورده بودن. و چرا طلاها؟ چرا اهرام گفت طلاها رو از گوشتون بیارید؟ این تفسیر امثالی که با هم دیگه گوش میدیم. آیا به نظر شما یک گل به غیر از زیباییش چه خصوصیت دیگه داره؟ عطر داره. آیا ما زیباییش رو میبینیم؟ بله. آیا عطرش رو میبینیم؟ نه. عطرش رو حس میکنیم. کسی که دماغش گرفته؟ نمیفهمه. فقط از چی گل استفاده میکنه؟ از زیباییش. ولی اون بوش هست، ما متوجه نمیشیم. اضافه بر بو، اضافه بر زیبایی، اگر کسی این گل رو بخوره، مثلا نعنا، مثل گلای خوردنی دیگه، بغیر از بو و زیباییش دیگه از چی استفاده میکنه؟ از طعمش. بعد که میره توی معده از چی استفاده میکنه؟ از خاصیتش. از نظر یهودیت، از نظر قبالا، از نظر پوینت یهود، به غیر از این همه خواصی که شناخته شده و امتیازی که شناخته شده در مورد گل و گیاهان، هر خلقتی که در این دنیا وجود داره یک تأثیر روحانی هم رو انسان داره. به همین دلیل ما روغن رو دستمون میمالیم، اما قدرتی که این روغن داره کم کم روی بدن و پوست و سلولای ما تأثیر میگذاره و خودشو نشون میده، درد رو کم میکنه، سوختگی رو درست میکنه و الی آخر. همینطور هم پولی که مال غیر حلال باشه تأثیر خودشو میگذاره. اینها رو، این طلاها رو دم ساحل یمسوف، شکافته شدن دریا جمع کرده بودن و با حرص و ولع اینا رو جمع کرده بودن، نه با کبانا توبا، نه با نیت پاک. به حدی که در پاسخ میگه و یسه، حرکت داد موش قوم رو از کنار دریا. همین الان معجزه خداوند رو دیدن که همه چی دست خداونده، شروع کردن برگشتن به حرص و طمعشون تا این حد که از اون درجه بالای روحانی یک بار سقوط کردن به درجه پایین، که سه روز بعدش اومدن ناشکری کردن، گفتن هشم کو، ما آب نداریم بخوریم، تشنه مونه. تا این حد به ناشکری رسیدن، از قله تو در رو افتادن. حرص و طمع تمام بزرگی و ارزش قدوسیت و روحانیت ازشون گرفت. اهرام میگه تقصیر خودتون نیست که این اهداف و ایدولوژی های اشتباه به سرتون اومده که میخواید بت پرستی بکنید. به خاطر این طلاهاست که به گوشتون آویزونه، به بدنتون آویزونه. گفت اینا رو از خودتون دور بکنید، میبینید که یک بار قدوسیت بهتون برمیگرده. ولی اینها از زن و بچه هاشون دور نکردن، فقط از خودشون دور کردن. هنوز اون تأثیر اشتباه و گناه در خانوادشون بود. به همین دلیل چقدر حامیم توضیح میدن که انسان تا اونجایی که میتونه سعی کنه پاکی رو در زندگی خودش بیاره و نه ناپاکی رو. ما فکر میکنیم ناپاکی یعنی اگه آدم بره یه بوتی از این مغازه های اسپانیش ها و اینا بخره، چاینیزا، بیاره بذاره بالای تلویزیون خونش، اینم بت، بت بودا، بت مریم الی آخر، پس اینجوری داره ناپاکی میاره توی خونش. ناپاکی میتونه از هزاران طریقه مختلف به ظاهر موجه، به ظاهر درست تو خونه انسان بیاد، از راه کیبل، از راه پست، از راه تلفن، از راه کسب و کار، از هزاران طریقه میتونه ناپاکی متاسفانه تو خونه بیاد. و اون موقع است که تأثیراتش معلوم میشه که رو بچه و خانواده چجوری دیده میشه، که فکرشون همه چی یک بار تغییر میکنه، که هیچ احساسی به یهودیت و تورا ندارن، چون از طریق ناپاک تغذیه شدن متاسفانه. به همدل میگه این طلاها و گوشواره هایی که به گوششونه رو
که باعث تزئینشون شده، باعث زیباییشون شده، ولی داره تأثیر ناپاک رو فکر و ذهن و نشامشون میگذاره، اونا رو اگر دور بکنید میبینید یهودیت در زندگی معنی دیگه پیدا میکنه. این همه تنفر و نفرت به یهودیت پیش نمیاد. دیدیم که این موضوع نصفه انجام شد و آوردن پیش اهرون و یکح میادام، اهرون از دستشون گرفت. چرا باید بگیم میادام از دستشون گرفت؟ خب معلومه کسی میاد یک چیزی رو به کسی میده، میادام از دستش میگیره. چه انفضاحی، چه تاکیدی روی میادام از دستشون گرفت؟ چرا که موقعی که انسان با همت و اراده بخواد یک کاری رو بکنه، سعی میکنه به بهترین طریقه انجام بده. با چه دل و جونی اومدن دو دستی طلاهاشون رو دادن برای اینکه این موضوع هر چه زودتر ساخته بشه و درست بشه. میادام اهرون از دستشون گرفت و یا سر تو بحرت، بحثی که امروز میخوایم داشته باشیم، و یعصه و اگل مسخا، و درست کرد اون رو یک گوساله ریختگی یا آهنی، و یمرو و گفتند الو ال اله خواه اسرائیل، این از خدای تو اسرائیل، اشر هیلو خواه مرز مصرائیل، که تو رو از مصر بیرون آورد. هم توضیح میدن کلمه به کلمه بریم جلو. و یاسر اوتو بحرت یعنی چی؟ و یاسر اوتو بحرت میگه بعد از که اهرون طلا رو گرفت، و یاسر راشو میگه از دو ترجمه میاد. ترجمه اول و یاسر یعنی از گره زدن، گره زد تمام اینها رو. بحرت، حرت یعنی دستمال، توی پتوی توی دستمال گذاشت و انداختش تو کوره آتش. گفت خب الان اینا میفته این تو تیکه طلایی که از تنور تازه اومده بیرون که شکلی نداره، که طول میکشه تا درست بکنیم، طول میکشه تا قیافه بگیره و اون موقع باز وقت میبره موقع ماشه اومده. تفسیر دوم میگه و یاسر از یتسیرا میاد، یعنی خلق کردن، پدید آوردن، شکل دادن. بحرت میگه ابزار طراحی، ابزار مجسمه سازی، که میگه با قلم و ابزار اهرون اونها رو چیکار کرد؟ خواست اون طلایه رو شکل بده. و یعصه و اگل مسخا، و درست کرد آن را اگل مسخا، یک گوساله فلزی، گوساله طلایی ریختگی. حامیم توضیح میدن آیا واقعا اهرون کارو کرد؟ راشی باز دوتا تفسیر میاره. تفسیر اول جادوگرا کردن، چون بخاطر اینکه جزء طلاهایی که آوردن تلسمی بود که موشه ربن در هنگام خروج از مصر انداخت رود نیل که مقبره و تابوت یوسف بیاد بالا، چون انقدر سنگینش کرده بودن که بره ته دریا که هیچ مقبن اسرائیل در خروجشون رو پیدا نکنن، چون میدونستن که قسم داده اونها رو که پاکو دیف کودت خم، خداوند شما رو به یاد خواهد آورد، پس موقعی که خارج میشید استخوانان منم را از اینجا خارج بکنه، و میدونستم بدون تابوت یوسف اینا نمیرن. به همین دلیل موشه لازم شد که روی تیکه طلا بنویسه علی شور علی شور، بالا بیای گاب بالا بیای گاب، انداختش مانند پر کاه این تابوت اومد بالا. کی اونجا بود؟ میخا، شاگرد یا دستیار اون موقع موشه، و اینو گرفت، این رو گرفت و موقعی که اومد بیرون انداخت این تنور. موکه انداخت چون جنبه قدوسیت داشت، یک باره گاو، یک شور از این کوره اومد بالا بدون این که اصلا هیچ نو. ولی میگه با یعصه او، میگه او رو درست کرد اهرون. آیا اهرون درست کرد؟ نه. تفسیر دوم میگه اهرون درست نکرد، ولی چون اهرون شروع کرد پای اون حساب شد، استارتو زد. به همین دلیل بعضی موقع ما خودمون رو معاف میکنیم، من که کاری نکردم، فلانی رو گفت، حالا نیزه که فلانی این کارو کرد، من که این کارو نکردم. که میگه چون تو شروع کردی، تو ساجست کردی،
تو بردیش اینا اونجا، تو اسم اینا جلو اینا بردی. میگه مثل اینکه آتیشا رو کی به پا کرد؟ تو کردی. بعد میگه اهرون چون شروعش با اهرون بود، مانند اینکه به یعصه و اهرون درستش کرد. در ارث اسرائیل یک شخص بود پرکار، در یک کمپانی کار میکرد که کار بیشتر عملی و فیزیکی بود. بار اینجا گذاشتن، بار اونجا گذاشتن، حتی مواردی پیش میامد که به خاطر این تجربه 25 ساله که تو این کمپانی بود، هر موضوعی هم خراب میشد، هندیمن بود، میتونست با آچار فرانسه پیشکشتی درست کنه و به موقع میومد. این چه کمپانی بود؟ خیارشور، ترشی سازی، باکس های میوه میومد، خیارشور و الی آخر. اینا میبایست بود این اول تحویل بگیره بده به بقیه قسمت های کمپانی که بره توی آب شسته بشه، ترشی بشه الی آخر. هر روز به موقع میرسید، به موقع میرسید. یک روز موقعی که خونه رو ترک میکنه بیاد دم اتوبوس که بیاد، میبینه که برخلاف روزهای دیگه چقدر صف بزرگی هی داره جمع میشه پایسک اتوبوس، چون ظاهرا اتوبوسهای قبلی نیامده بودن، تأخیر بوده، پلیس موضوع مشکوکی رو پیدا کرده بوده، هی جاده رو بسته بودن و ساعت 7 صبح که هم معمولا اتوبوسا به موقع میمادن و همه رو میبردن، دیر اومده بودن. این میرسه اونجا و همیشه طبق خودش اول بوده. اتوبوس میاد، شلو در باز میشه، میگه ما دو نفر بیشتر جا نداریم، متاسفم، بقیه از ساعت 6 صبح ایستگاه قبلی خیلی جمع شده بودن، ما الان جا نداریم، دو نفر بیشتر جا نداریم. و اتوبوس خالی داره پشت سر ما میاد، دیگه جاده باز شده. اینا خب میاد بره تو، خب اولین نفر بوده، یه بار یه نفر جوونی که بیزنسمن بوده و داشته اپوینتمنتش دیر میشده، میکشدش پایین و میره جلو، پشت سرش هم تا میاد به خودش بیاد یه خانم دیگه میره، در بسته میشه، اتوبوس میره. میگه خب اتوبوس خالی بعدی داره میاد، اتوبوس خالی بعدی یک ساعت طول میکشه تا بیاد و اینم یک ساعت دیر میرسه به کارخونه. حالا این کارخونه هم از چند ماه پیش پدر انتقال داده بوده به پسر، پسر رئیس جدید اومده رو کار. یک بار میبینه که کمپانی همه عصبانی، ناراحت، در هم بر هم، و تا اینا میبینه میگه کجا بودی تا حالا؟ میگه اتوبوس دیر کرد، دیر رسیدم. گفت یعنی چی؟ مگه اینجا مدرسه کودکستانه که بهانه میاری که اتوبوس دیر کرد، دیر اومده بودم؟ خب ذره زودتر بلند شو. میگه من زودتر بلند شدم، اتوبوس دیر کرد. میگه این طریقه رفتار نیست، یه تمام کمپانی رو تو منتظر گذاشتی یک ساعت که بخوای تو زن دیرتر یا اتوبوس بخوای بهانه بیاری، عصر قبل از اینکه بری خونه بیا آفیس، من الان وقت ندارم. این همی چی؟ با ترشویی که از صبح تا حالا چرا اینجوری برش گذشته، شروع میکنه به کار کردن و الی آخر تا عصر قبل از اینکه بره خونه میره تو آفیس. سکرتری یه پاکتی میده دستش، میگه رئیس رفت، که وقت نداره، ولی اینو خواستم به تو بدم. در اونجا نوشته میدونم که ما شما رو خیلی در سابقه کاریتون ازتون بهره بردیم، ولی متاسفانه برای ادامه کار ما نمیتونیم شما رو در این کمپانی داشته باشیم و شما فایر. این شخص قلبش یک باره به تپ تپ میفته که آیا جاوزنش رو بده فردا دنبال چه کاری بگره. بعد 25 سال الی آخر هیچ راهی نداشته، برمیگرده خونه، برمیگرده خونه، مخونه با ناراحتی در میوزره، خانمش بهش پرخاش کنی خواهد چرا جواب صاحب کار رو دادی و الی آخر که از کار اخراجت بکنه فردا چی میشه. اینم هر کاری میرفته به مرور زمان کم کم دیگه رویش رو از دست داده بوده، به سلامتیش تأثیر میگذاره، بعد از چند سال فوت میکنه. بچه های جوانش یکی این ور دنیا، یکی اون ور دنیا، یکی در جای دیگه، اصلا شاید روز فیونرالش هم کسی نیامده بود، یه عده مینیان میشن رو اینا خاک سپاره میکنن. بعد چند وقت یک شخصی میاد تو خواب زن این آقا، میگه من مثلا مایک یا شیمون هستم،
من همون کسی هستم که شوهر تو رو اون روز از اتوبوس کنار کشیدم که برم زودتر به اپوینتمنتم برسم. و الان به خاطر این تأخیری که من تو زندگی شوهر تو قرار دادم که این همه سرگذشت سرش اومد، تو شامعیم از من بازخواست میکنن و من اومدم، اونم ظاهرا فوت کرده بوده توی انگار تصادفی، و الان من اومدم که بهم کمک بکنه. اینم میگه اصلا موضوع رو به اون سر نمیدونسته چیه. میگذره، بار دوم میاد تو خوابش، بار سوم میاد تو خوابش، میگه من در فلانجا در تلاوی پام تری اونجا زندگی میکنم. این هم طبق آدرسی که دیگه خیلی براش مستند شده بوده میره و زن این طرف بوده، بهش میگه نگاه کن شوهر تو الان چند بار میاد تو خواب من، در این مورد ظاهرا اونجا اشکالی داره، ناراحتی داره به خاطر موضوع چند سال پیش که پیش بوده. اون زنم میگه اتفاقا تو خواب منم میاد و نمیدونم براش من چه کار میتونم بکنم. میرم با راوی در میون میذارم، اون راوی یک اثرات یک مینیان جمع میکنه، میره سر مقبره اون شخصی که از کار اخراج شده بوده و ازش میخوام که اون افراد یا هر کسی که در زندگیش اشکالی پدید آورده بودن رو ببخشه، محلا بکنه که نشامای اونها بتونه در راحتی به سر ببره. اهران چون شروع کرده بود پای اون حساب شد. اهران به همدل موقعی که موضوع میشکان، افتتاحی میشکان پیش اومد، روش نمیشد بیاد تو خونه هشم که هشم به مشربنو میگه و اتا حکرب الیخای تهران، تو برو نزدیکش بیار، میدونم که ناراحت، روش نمیشه، شرم داره، کسی که بت پرستی رو رایج کرده و مان واعظ شده چطور میخواد بیاد خونه هشم حالا نماینده بشه؟ بگه همین بود که ما رو بت پرست کرد، حالا اومده سرور ما شده. بندر در پاسخ میگه و یعصه و اگل مسخا، او رو درست کرد ولی خودش درست نکرد، دیگران درست کردن ولی پای اون نوشته شد. همینطور هم در گمارا میگه هنیتفل لدور اورا نیدون که اوره اورا، هنیتفل به اوسه میسوا نیدون نیسخر که ما اوسه میسوا، کسی که میاد جزئی از گروه گناهکاران قرار میگیره، خودش هم جزء کارنامه اونها قرار میگیره. حتی بگه من فقط اونجا نشسته بودم، کار نمی کردم. به هنیتفل اوسه میسوا، کسی که جزء گروه میسوا قرار میگیره، حتی با اینکه کاری هم نکرد فقط اومد اونجا نشست، جزء کارنامه و مزد و پاداش اون گروه قرار میگیره. بمدل میگه انسان تا اونجایی که میتونه، مبادا که فکر کنه که مدارش از همه مدارها جداست، هر کاری در اطرافش داره اتفاق میفته هیچ کاری به اون نداره. در پرکاوا میگه اویل راشا، اویل شخنو، وای بر شخص راشا، وای بر همسایه شخص راشا. میگه همسایه شخص راشا همسایشه، چه کار میکنه؟ میگه امکان نداره که تأثیر اون راشا رو اون همسایه نباشه. و میگه اشره صدیق، خوشا به حال شخص صدیق و اشره شخنو، و خوشا به حال همسایش، بلد اینو بگم به همسایمون، و که حامی میفرمان که همسایه شخص صدیق هم هنوز مانند خود صدیق، شما همسایه دارید، مانند شخص صدیق چکار میکنه؟ مزد میبره. بمدن مبادا که آدم پیش خودش بگه چون من کاری نمی کنم پس از همه چی معاف خواهم بود، هنوز جز من گروه به حساب میاد. در نتیجه تو پاسخ ادامه میده و میگه و یوم رو اله اله خواه اسرائیل، و گفتن، کیه میگه گفتن؟ که این از خدای تو اسرائیل که تو رو از مصر بالا آورد. دیگه الان به بعد کی دیگه میدون گرفت؟ ارغاب دیگه، اون مصری ها، اون رفورم ها یک بار دیگه میدون گرفتن، تاییدیه ربای رو گرفتن، حالا دیگه اومدن کجا؟ دیگه تمام اهداف پوچشون رو میخوان الان در مغز مردم تزریق بکنن. و یوم رو به کی دارن میگن؟ به اسرائیل، چون خودشون که
هیچ نوع از اول ایمانی نداشته. میگه این خدایی که تو را از مصر رو برد بیرون، نه اون که موشه میگفت، اون اصلیه نبود، این اصلیه است. اله اله خواه اسرائیل. و اون موقع چی گفتن؟ اشر هلو خواه مرس میسن که تو رو از مصر بیرون آورده. چرا نمیگه هلونو ما رو از مصر بیرون آورده؟ یکی از مفارشیم تقریبا کلیاکار مثل اون میگه، ولی یکی از مفارشیم میگه معمولا موقعی که میخوان گناهی رو خوب جلوه بدن میان همیشه مزایایشو میگن. میگن چه دانشگاهی، چه مهندسایی، چه دکترایی جزو این گروه هستن. اشر هلوخا مرز میسنیم، هلوخا یعنی علیا، بالا رفتن، درجات رسیدن. میگه این خدایی که تو رو از مصر به این درجات رسون. اگر نه تو پولی چیزی نداشتی، همه غارت مصر رو، بانکای مصر بود که شما غارت کردید. اشر هلوخا مرز میسنیم. پس ببین چقدر فلسفشون هم درسته. به همین دلیل در هاخامون داویدی زخون لیبراخا نزدیک به 30 سال پیش میگفتن یه سری بهایا دور یه یهودی رو گرفتن، گفتن آقا فلان دکتر رو میشناسی؟ گفت آره بهاییه. فلان مهندسه رو میشناسی؟ آره. فلان وزرا رو میشناسی؟ همه مقامات بالا بهایی هستن، تو هم یه بهایی شو. میگه نگاه کن، مثالی که شما دارید مثال این داستانه. گفت چی داستانه؟ گفت یه پنبه دوزی بود، یه پنبه بافی بود که این پنبه هاشو که موقعی که میباف میذاشت زیر هشتی توی یه تاق بلند که یه سوراخی بود مثل هواکش تالا میذاشت اونجا، و همیشه دزدا میومدن چنگک مینداختن و اینا رو میدزدیدن. یه بار گفت چجوری من اینا رو ادب بکنم؟ یه کاسه پهن گذاشت اونجا به عنوان این که پنبه دوخته و پنبه بافیده آماده برای مصرف. اولی با تناب میاد پایین، یه باره میخوره تو کجا؟ تو این پهنا. میگه بعد چی؟ من تنها فقط اینجا بکشم؟ بذار اونم بکشن که شریک جرم بودن منو آوردن. میاد میگه بالا عجب بویی، عجب بوی خوبی. اون یکی میاد، دومی میاد، میخوره، میگه فهمیدم منظور بوی خوب چی بود. این نمیخواست تنها فقط کنب شده باشه. میاد میگه واو عجب بوی خوبی. دومی هم میگه تا اینکه همه شون میاد، اون موقع همه ایون میشن که بله چه بوی خوبی میومد که فقط سر یک کدومشون کلا نرفته باشه، همه شون سرشون کلا رفته باشه. میگه به همین بهایت هم همینه، متاسفانه اهداف غیر و ناسعی هم همینه، اهداف غیر و سعی هم همینه. میان چیکار میکنن؟ یک کدومشون چون کلا سرش رفته نمیخواد فقط تنها شاگرد کلا رفته یک کنف باشه، میاد تبلیغ اوه چه بویی چه کسی که دیگران هم بیان بکشن. به همین دلیل میگه اشر هلو خامس اسرائیل. میاد مزایای مصر رو میگه، میگه مصر بود که تو رو بالا برد، اگه دانشگاهشون نبود و نبود تو چه موقع به اینجا میرسیدی؟ اما پوینت من اون کلمه، سه تا کلمه ای که با هم دیگه تفسیر کردیم، به یاسر اوتو بحرد که گفتیم گره زد اون طلاها رو در یه دستمال. حرد از چه کلمه دیگه میاد؟ حراتا یعنی پشیمونی. اهرون بعد که این طلا رو گرفت، به یاسر اوتو بحرد، اون موقع بود که فهمید که واقعا اینها پشیمون شدن از اون حالت نعسه و نشمهی که پایکوه سینا گفتن. به محض اینکه انسان از اعتقاد و ایمان خودش پشیمون بشه، اون موقع است که و یعسهو اگل مسخا، اون موقع است که میاد میسازه یک بت برای خودش. به محض اینکه انسان دیگه نخواد اعتقادات قبلیشو دنبال بکنه، اونها پریمیتیو بودن، خرافاتی بودن، کاری نداشتن بکنن، صبح شب تو کنیسا بودن الی آخر،
مایی که این همه برنامه و پروژه ها داریم دیگه وقتی برای تورا و یهودیت و میسوت و هلاخا نداریم. میگه به محض اینکه ویاسر اتو بحرت، دید که اینجا حراتا پشیمونی پیش اومده، نه اینکه میخوان یه پله بالاتر برن، بلکه از پله قبلی پشیمونن. متاسفانه این موضوع پیش میاد که در اون دام میفتن. و یار اهران و دید اهران، هنوز اهران امیدوار بود. و ای به میزبخ لفاناب، گفت حالا که ابی نداره این گوساله بیرون اومده، نو پرابلم، و یک میزبه یخ، یک قربانگاهی جلوش بسازیم. فردا آقایون محق لحشم مخواد، جشن خداوند فرداست. تا فردا جشن، برید آماده بشید. باز میخواست تأخیر بندازه تا فردا که چی بشه؟ موشه بیاد. حامیم توضیح میدن چه دلیلی بود که بیاد میزبه یا قربانگاه چلو این بسازه؟ چون به خاطر اینکه وگر اهران، اهران دید. چی رو دید؟ میگه دید که این گوساله به خاطر اون قدرت قدوسیتی که درش بود، به خاطر اون تلسمی که نوشته بود، شروع کرد به علف خوردن و حرف زدن. گفت پس از این طریق من چطور میتونم با اینا مخالفت بکنم؟ چطور میتونم تمام ایدئولوژی و فلسفه اینا رو بخوام کنار بزنم؟ تنها با یک موضوع، میزبه یه. ببینم آیا حاضرن فداکارشون، جانسارشون، میزبه یه، قربانیشون برای این چیه؟ موقعی که گفت حق لحشم مخار، جشن برای خداوند فردا، همین توضیح میدن چرا واقعا اهران این کارو کرد. راشه میگه چون اهران کواناش برای خداوند واقعی بود. و داره اهران به ما یه درس بزرگی یاد میده. میگه هنوز حتی با اینکه کسی اشتباه شروع بکنه، اما اگر بتونه درست خاتمه بده، هنوز در حضور خداوند آبرو داره. هکل اخر حتیما، لازم نداره که طرف تو مسابقه زودی شروع کرد یا دیر شروع کرد، این که چطور مسابقه رو پایان میده اون تعیین میکنه که برنده است یا بازنده است. به همین دلیل تو پاسو کوهلت چی میگه؟ سوف داور هکل نشما، آخر موضوع، آخر عمل همه چی معلوم میشه. سوف داور هکل نشما، مبادا بخوای زودی قضاوت بکنی. شاهنامه آخر جلده. این که آدم چیکار بکنه؟ سعی کنه هنوز کتاب به پایان نرسیده، هنوز فردا نرسیده، قضاوت نکنه و تصمیم نگیره. حق لحشه مخواد، اگه میخوای بدونی واقعا جشن خداوند که یه فرداست، فردا خداوند معلوم میکنه که آیا کی به حق بود دیروز و کی ناحق بود پریروز. مبادا که بگیم به چه خونهی، چه ملکی، چه ماشینی، ما هم اینجا نشستیم و وقتمونو داریم با تورا و تیلیم و اینا داریم به هدر میدیم. سفت دوار هکل نشما، آخر شاهنامه همه چی معلوم میشه. حق لحشه مخار، اگه میخوای واقعا بدونی جشن خداوند کیه، فردا. کاری به الان نداشته باش. الان انسان میتونه هزاران سوال برای هشم مطرح بکنه که چرا اتفاق افتاد، چرا اینجوری شد، چرا اینجوریه، چرا اینجوری نیست. اگر میخواد ببینی حق لحشم، جواب هشم و روسفیدی هشم چه موقعیه؟ مهار، فردا. و همین توضیح میدن که این چیزی که در پاسوق ما میخونیم، آز یاشیر موشه، یاشیر از لفظ آینده است که آن موقع است که خواهد خوند شیرا موشه اون اسرائیل، کی؟ در آینده. الان شاید آدم دو تا تازه قطره اشکم بریزه، ولی اصل شادی و شیرا و زیمرا چه موقعیه؟ حق لحشم مخار، اگر آدم بتونه تحمل به خرج بده تا فردا، جیگر رو دندون بذاره تا دندون. اگر بتونه آدم این تحمل و صبر رو به خرج بده، بعضی وقتا لازمه که بیدار شن مردم. اگر بتونیم این تحمل رو به خرج بدیم، اون موقع است. به همین دلیل موشه ربینو یا قوم اون موقع برای موشه ربینو نتونستن تأخیر موشه ربینو رو تحمل بکنن. امروز ما
نمیتونیم دیگه تأخیر شوهرمون، همسرمون، بچه‌مون، زنمون، عروسمون، دمادمون، اطرافیانمون رو قبول بکنیم، تحمل بکنیم. یک باره با یه لگد همه شیری که دوشیدیم و میریزیم از بین میبریم. نمیتونیم حتی تأخیر خداوند رو قبول بکنیم. تمام این متاسفانه انحرافاتی که هست، we have no time for Hashem. وقت برای Hashem نداریم. اگر میخواست Hashem درست کرده بود تا حالا. اگر Hashem میخواست درست میکنه. نمیتونیم فردا رو جزء مدار معجزه خداوند بدونیم. و that was a problem که موقعی که خداوند به موشه چی گفت؟ گفت بحثت علیلا، در نیمه شب من به اولزادا ضربه میزنم. موشه ربنه گفت Hashem، اگر طبق اونا نیمه شب ساعت 12 باشه ولی بر طبق تو 12:02 باشه، اون موقع است که میگه 12 شد پس چرا ضربه نخورد؟ آه 2 دقیقه دیگه شد ولی الان نشد، پس این معجزه نبود. برای اینکه مبادا بزرگیش خداوند در نظر مصری از دست بده، موشه اومد به قوم، به مصری ها چی گفت؟ که حسد هلیلا، در حوالی نیمه شب خداوند ضربه میزنه که مبادا اونها به خاطر 2 دقیقه تأخیر تمام عظمت و بزرگی و کردیت Hashem رو از Hashem بگیرن. به هم در این درس بزرگی برای ما که زمان رو بر طبق اهرون استفاده بکنیم برای نزدیکی به Hashem، حقل Hashem ما خواهد، نه اینکه زمان رو استفاده بکنیم بر طبق اروراو برای دوری از Hashem. این پیام امروز ما بود که به زرچم بتونیم به خوبی همه اینا رو اجرا کنیم.